اینم از این. خب گروه بمرانی موزیک داشت، توش میگفت که معنی استراب، بعد یکی پشتش معنی استراب با دیالوگ میگفت. یه بیت باید اضافه کنن به این موزیک و باید بگن که معنی ابتذال سریالی به نام گناه فرشته. خجالت نمیکشید، یعنی هر اثری البته اگه بشه به گناه فرشته گفت اثر، هر اثری به هر حال زاده ذهن، تفکر، تعقل، اندیشه و مغز سازندشه. آقای عنقا، اگه این زاده مغزته، یعنی مغزتو شستشو دادن، باید یه فکری به حالش بکنی و قراره که تو این ویدیو بررسی بکنیم قسمت 14 این سریال فوق‌العاده سمه گناه فرشته رو در موردش صحبت بکنیم و در آخر طبق همون ویدیوهای قبلی گناه فرشته یه سری کامنت عجیب غریب قراره بخونیم. اصلا بعد از گناه فرشته سطح طنز مخاطبا توی کامنت ها اومد بالا، یعنی انقدر سمه این سریال، دیگه طنزایی که براش می‌نویسن اصلا واقعا خفنه. یعنی قشنگ میشه جمعشون کرد، رفت استیج میلاد، بلیت فروخت برای استنداپ کمدی. بریم سراغ بررسی قسمت 14 سریال خفن گناه فرشته. سلام، محمد علی شیرزاد هستم. خوش اومدید به کانال خودتون شیرزاد فیلم. قسمت‌های قبلی این سریال رو بررسی کردم. پیشنهاد می‌کنم که اگه ندیدید لینکش میدیم بالا. اگه دوست داشتید برید اونا رو هم ببینید. میدونین وقتی که داشتم این قسمت گناه فرشته رو می‌دیدم چه جوری بودم؟ فکر می‌کنم همه شما هم اینجوری بودید. اینجوری. Brother. What's that brother? چقدر بد بازی میکنه پردیس پورا بدین، یعنی تقصیر اونم نیست واقعا، بنده خدا براش نوشتن ولی اصلا دلچسب نیست. یعنی بهترین حالتی که من میتونم فکر کنم و بگم که لطفا شما هم اینطوری فکر کنید اینه که نه، پردیس پورا بدین اتفاقا شاهکار خلق کرده توی این سریال. قرار بر این بوده که اصلا ما بدمون بیاد وقتی فرشته رو میبینیم، یه جوری بشیم، چندشمون بشه. و اگه قرار بر این بوده واقعا هنرمندانه انجام داده پردیس پورا بدین این کارو، ولی اگه اینطور نبوده خیلی بده. امیدوارم که همون اولی باشه. البته فکر می‌کنم دارم شوخی می‌کنم، ولی اگه اولی باشه خیلی خوب داره بازی می‌کنه. حالا اصلا بریم سراغ همون اول اپیزود. وای، نوید نشسته داره فیلم دادگاه رو تماشا می‌کنه. بعد چقدر عجیب، همون موقع که این داره فیلم دادگاه نگاه می‌کنه، چرا فیلم دادگاه نگاه می‌کنی مگه خودت اونجا نبودی؟ بعد هزار بارم تو اینترنت دیدی دیگه. حالا چقدر عجیب که داره نگاه می‌کنه، حامد هم پیداش میشه. بعد مانیتور کو؟ باید وقتی یه پلان باز به ما نشون میدی از اونجایی که نوید نشسته، خود مانیتورم نشون بدی که ما بفهمیم اصلا این کجا رو داره نگاه میکنه. یه پیشنهاد واقعا برادرانه دارم، یعنی جدا از واقعا هر حاشیه‌ای، جدا از هر نقدی، جدا از اصلا هر بحثی که مربوط به سریاله و به سریال، اصلا اینا رو بذار کنار. یعنی پیشنهاد یه آدم به یه آدم دیگه، یه دوره کارگردانی واقعا بگذرونید، یه بار دیگه اون اصول فیلمنامه نویسی رو مرور بکنید. یه چند تا محتوای مربوط به بازیگردانی من توی لپتاپم دارم میتونم تقدیم بکنم. اینقدر دارم رک و مستقیم حرفمو میزنم، چون همین سریال همینقدر رک و مستقیم من و میلیون ها مخاطب دیگر رو مسخره کرده، به شوخی گرفته و من دارم یه پیشنهاد میدم، صرفا شما میتونی قبول نکنی، ولی شما رک توهین کردید به ما دیگه. یعنی بگی نه که دیگه ناراحت میشم از دستت. دیبا زاهدی تو این سریال چیکار میکنه دقیقاً؟ خانم دیبا زاهدی کارش چیه تو این سریال بعد از 14 قسمت؟ من واقعا نمیفهمم. بعد توی سکانس ملاقات فرشته و باباش چی شده؟ اون لوکیشن قبلی که برای اتاق ملاقات داشتید جور نشده، اومدید یه لوکیشن دیگه، اوکی. ولی این صندلیا چیه؟ یعنی تو اتاق ملاقات زندان همچین صندلیایی هست؟ واقعا دمشون گرم، واقعا میرسن. یعنی اگه اینجوری، یعنی دیگه اون زندان میرسن، اون زندان که همه آرایش کردن و نمیدونم کتاب و پرنده و دور همی و اشغال و بشینیم سبزی پاک کنیم و اینا هست دیگه. بابون این صندلی ها هم هست داره. ببخشید من اشتباه کردم. حداجی بابای حامد بابای حامد نیست نه؟ یعنی جدی من فکر میکنم دشمنش هستن، قصد انتقام گرفتن داره، میخواد نمیدونم بدبختش بکنه. خب این چه مسیریه میذاری جلو راه این بدبخت؟ مرد مؤمن. نمیفهمم. اگه میفهمید به منم بگید. من حس میکنم اصلا باباش نیست، یعنی واقعا دشمنشه. یعنی یه نقشه‌ای داره که اینو بزنه به زمین گرم. و آفرین، واقعا چقدر سریع این روند و پروسه
طلاق حامد و چی بود خانم مهتاب شکل گرفت، تموم شد که انقدر سری بره تو کار فرشته و از اون برم زود ازدواج بکنه. دست مریضات داره، یعنی این رونده انقدر سری شده. آفرین، یعنی خدا رو شکر که واقعا مخاطبا باهوشن. یعنی من دارم میبینم توی کامنتر یکی مثلا ندیدم که تأثیر گرفته باشه از این سریال، مثلا تعریف بکنه، ندیدم. حداقل مثلا تو زندگیش یه تأثیر خیلی کوچیکی بخواد بذاره این سریال، ندیدم توی کامنت ها. یعنی اگه قرار بود این سریال روی یه سری از آدما تأثیر بذاره که وا ویلا، تو این دور زمونه که همه زندگی ها، همه رابطه ها به یه چی بنده، شما چی میگیم بهش، به یه باد، به یه هوا بنده، بعد فکر کن این سریال تأثیر هم میذاش با این ترویجی که داره برای بی بندوباری و برای خیانت و برای چی میگن تفکر تعویض به جای تعمیر داره تلاش میکنه. واقعا خدا رو شکر که تأثیر نمیذاره رو مخاطب. واقعا حال میکنم، یعنی اصلا دوست دارم که مخاطبا اینقدر هوشمندانه دارن برخورد میکنن با این سریال. بعد با فرشته جون بیا دلبری تو یکم کمترش کن. آقای آقا شما هم همینطور، این سکانس ها، این پلان هایی که گرفتی والا قفله برای بقیه دوستان. یعنی نمیدونم چرا برای شما بعضی از چیز اوکیه. بعد قبول دارید انصافا اگه این عشق واقعا عشق بود، یه عشق پاک بود، یه عشق درست بود، اصلا اجازه نمیدادن این پلان رو ما ببینیم، اجازه نمیدادن این سکانس رو ما ببینیم. اگه یه عشق درست بود، الان که کثافت داره میباره ازش داریم قشنگ میبینیم هیچ اشکالی هم نداره، قبول میکنین و بنویسید برام. یه نفر خیلی خوب نوشته بود، نوشته بود که فیلمو اصلا برای حفظ حیثیت خودش هم که شده باید یه جایی دیگه، از یه جایی به بعد منتشر شدن این سریال رو متوقف میکرد و از مخاطبا معذرت میخواست. واقعا به نظر منم باید این کارو میکرد، البته الان دیگه دیر شده، فکر کنم دیگه دو سه قسمت مونده و الان بیاد این کارو بکنه اتفاقا نتیجه برعکس میده، ولی همون اواسطش باید این کارو میکرد به نظر من. بعد الان چی شد؟ حامد شهید راه فرشته شد؟ خب اگه اینجوریه که احتمالاً دیگه پیش بینی بکنیم دیگه، احتمالاً لابد فرشته اعدامش به خاطر مرگ وکیل عقب میفته، بعد چند وقت میفهمن که فرشته حامل است، بعد از این برم عماد به خاطر اینکه نوه‌شو از دست نده، به خاطر اینکه نوه‌شو نجات بده و مادرم بالا سرش باشه، میاد رضایت فرشته رو میگیره و اینجوری داستان جلو میده. پیش بینی شما چیه؟ این پیش بینی بود که من فکر می‌کنم اینجوری جلو بره که خیلی لوسه. یعنی کلا این سریال لوسه. یعنی من هر جوری می‌خوام بچینم همه چیزو کنار هم بلکه به یه چیز خوبی برسم در نمیاد آقا. خب رسیدیم به بخش دوم و مهم این ویدیو، یعنی خوندن کامنت‌های خفن مخاطبا. فقط قبلش اگه اولین بارته که داری این ویدیو رو می‌بینی و اولین بارته که طبیعتاً اولین بارته که این ویدیو رو می‌بینی، این چه مسخره‌ای بود؟ اولین بارته که داری به چنل ما سر می‌زنی و علاقه داری به بررسی و معرفی فیلم و سریال، خوشحال میشم که با سابسکرایب کردن اضافه شی به جمع ما و اگه تا الان ویدیو رو دوست داشتی لایک یادت نره. بریم سراغ کامنت‌ها. نوشتن که اسم این سریال باید باشه گناه بیننده. حقیقت واقعا نوشته اونجا که حامد به اماد گفت من متوجه حرفای شما نمیشم، خواستم بگم حامد داداش تو تنها نیستی، ما هم متوجه نمیشیم. واقعا نمیشیم. یعنی چی داره میگه اماد؟ اصلا جدا از نوع بیانی که آدم اصلا متوجه نمیشه، اصلا حرفایی که داره میزنه را من نمیفهمم. نوشتن که یه چیزی بسازید که مردم سر عقل بیان، زندگیشون رو به خاطر پوچ خراب نکنن، نه بیاید چیزی که درست نیست رو یاد بدید. این کامنت خیلی ساده پرداخته به این قضیه، ولی به نظر من حرفی که میخواد بزنه عمیقه. شاید خیلی کلیشه ای باشه، ولی واقعا تأثیر رو ممکنه بذاره. خدا رو شکر که من این تأثیر رو ندیدم بین مخاطب، ولی یه سریال دیگه ممکنه همچین تأثیری بذاره اگه این روند رو داشته باشه، اگه اون سریال خوش ساخت باشه. آدم باید حواسش باشه به چیزی که میبینه. یکی نوشته زود قضاوت نکنید، اینا همه نقشه است. بعد یکی دیگه ریپلای زده که آره نقشه اماد واسه بیننده ها. این کامنت رو خیلی من دوست داشتم، خیلی کوتاه نوشته، ولی نوشته که ما قبل فیلم فارسی، اصلا ما قبل بشریت این سریال به نظرم. نوشته اگه فیلمو از زبان اماد بخوام بگم باید بگم که نگاه به بالا پایین سریال نکن، بچسب به اصل موضوع. گفتن که پادکست یا سریال حتی اگه تصویر رو نبینی و فقط گوش بدی هم میفهمی چی به چیه. این کاری که من همیشه انجام میدم، یعنی بعد از قسمت پنجم معمولا نگاه نمی کنم، یعنی فقط دارم گوش میدم و همه چیزم کاملا دستگیرم میشه، میام ویدیو هم میسازم. واقعا اینطوری، یعنی هیچ تأثیر خاصی نداره اون تصویری که داریم میبینیم، فقط روی دیالوگ و صدا داره همه چیز جلو میره. نوشته من فقط موندم که چجوری پراید تونست رنجوور رو چپ کنه.
به نظرم مزخرف‌ترین و بی‌سر و ته‌ترین دیالوگ‌ها با اختلاف به اماد تعلق می‌گیره. خیلی با نمک نمیشه نوشته که اماد: حامد، اگه عشق را لمس کنی میفهمی استامینوفن برای پادرت خوب نیست، پس از سیگار پرهیز کن. دقیقا همینجوریه. جالبه، یکی از مسائل محوری فیلم قتل پروانه است که اصلا معلومی سر چی بوده، چرا اماد پشتش در نیومده. بعد رسیده به مسائل چرتی مثل ازدواج این دوتا. من فکر میکنم که قضیه پروانه رو همون قسمت های آخر حتما باید بهش بپردازم. یعنی اگه نپردازم من واقعا میشینم همینجا گریه میکنم. گریه میکنم به حال این سینمای عجیب غریب ما. فیلم بی نهایت مزخرف و ضد فرهنگ. با این کارتون کل اخلاق و تعهد خانوادگی را در جامعه زیر سوال بردید. من فیلم های ترکی را میکنید. فیلم های شما بنیان خانواده ها رو نابود میکنن. کامنت های جالبی بودن، بعضی ها طنز و بعضی ها جدی بودن که طنزاش هم واقعا جدی بود، یعنی یه حرف جدی پشتش بود. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. این ویدیو بررسی قسمت اول سریال جنگل آسفالت با بازی نوید محمدزاده و امیر جعفریه که من نظرم رو گفتم به نظرم بدترین بازی نوید محمدزاده توی این سریاله. حالا شما حتما ببینید و نظرتون برام بنویسید. دمتون گرم، منتظر ویدیوهای بعدی باشید.